خانم ها آقایان، به برنامه هفتم تلویزیونی مهبانک خوش آمدید. مهمان امروز من آقای دکتر اریک میناسیان، استاد فیزیک نظریه دانشگاه هستند. آقای دکتر میناسیان دوره کارشناسیشون رو یا لیسانس رو از دانشگاه UC ایرواین گرفتن و همینطور از برای فوق لیسانسشون و دکتراشون مدرکشون رو از دانشگاه UC دیویس در کالیفرنیا دریافت کردن. آقای دکتر میناسیان همینطور دوره پژوهشیشون رو در دانشگاه سوئیس گذروندن در مرکز آلبرت اینشتین و حالا حتما خودشون هم خاطراتی دارن از جایی که خود اینشتین کار میکرده و به این ترتیب قرار هست که ما امروز مروری رو داشته باشیم در خدمت آقای دکتر اریک میناسیان در مورد یکی از شاید بشه گفت جالبترین اتفاقاتی که در حوزه فکری انسان افتاده، چگونه ما ذهنیتمون و با رشد عقلانی جامعه از ذهنیت زمین مرکزی و ارسطویی که داشتیم به ذهنیتی رسیدیم و به باوری رسیدیم که امروز داریم بر اساس دریافت‌های علمی و مشاهدات علمی که داشتیم. آقای دکتر میناسیان عمده تحقیقاتشون در زمینه گرانش کوانتومی هست که امیدوارم در جلسه دیگری در این زمینه هم بیشتر بپردازیم. امروز بیشتر قصد داریم با شما از تاریخ خردگرایی که در زمینه نجوم و فیزیک از زمین مرکزی تا خورشید مرکزی و فرای اون بپردازیم. اجازه بدید که همراه با شما مهمان گرامی برنامه رو معرفی کنم، آقای دکتر اریک میناسیان. خیلی خوشحالم به برنامه ما خوش آمدید آقای دکتر. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. آقای دکتر میناسیان ارمنی ایرانی هستن ولی از یه خانواده ای اومدن که تسلط عجیبی رو به زبان و ادبیات فارسی دارن و من بعضی وقت میرم اشکالات ادبیات فارسی رو از ایشون میگیرم. ولی در هر صورت جدی دارم میگم، من از این بابت خیلی خوشحالم که همکاری مثل آقای دکتر اریک میناسیان دارم. خب دکتر میناسیان، من واقعا وقتی شما پیشنهاد دادید میخواین راجع به مطلب صحبت کنم خیلی خوشحال شدم، چون به نظر من مطلب بسیار مهمی است. یعنی فقط مسئله علمی قضیه نیست، کنارش خیلی چیزهای دیگه هم وجود داره. این مسئله تاریخی گرانش بسیار جالب هست. زمینه تاریخی گرانش این هستش که ما سیر تحول و تکامل اندیشه انسانی رو به خصوص جریان خردگرایانه رو در جامعه انسانی میبینیم و واقعا درسهای آموزندهی داره که بهش ازش بیشه این متدولوژی علمی و تفکر علمی درست رو درسهای ازش گرفت. و برای اینکه بینندگان عزیز جالب هم باشه، فقط کنار مسائل علمی که داریم بیان می‌کنیم، داریم در واقع روند رشد فکری انسان هم می‌گیم. در واقع برای دوستانی که شاید با واژه‌های جدید علمی آشنا نباشن، گرانش که آقای دکتر میناسیان اشاره می‌کنن در واقع همون واژه‌ای است که پیشترها ثقل در فارسی گفته می‌شد، در انگلیسی همون گراویتی هست. بله. که می‌دونید اخیراً هم یک فیلم علمی تخیلی در مورد این قضیه ساخته شده. بفهمید نیروی جاذبه هم گفته میشه، نیروی ثقل گفته میشه. و به حال من خوشحالم که ما امروز در مورد گرانش قرار صحبت کنیم. پس یادتون باشه گرانش که میگیم منظور ثقل یا گراویتی هست. پس داریم تاریخ تحول فکری بشر رو داریم بررسی میکنیم که چطور به اینجایی که امروز رسیدیم ما رسیدیم. بنابراین ما از اول اینطور فکر نمی‌کردیم. بله بله، جاذبه یا این نیروی گرانش 350 سال پیش زمان نیوتن تنها نیرویی بود که انسان ازش آگاه بود به طور علمی و نیمه علمی و در واقع قدیمی‌ترین نیرویی که ما شناختیم. و در واقع بررسی مسئله تاریخی درک مسئله گرانش یا جاذبه موازی هست با تحول فکری در فیزیک و علوم طبیعی. درست. با دنبال کردن این رشته ما تحول تفکر علمی رو ما در جامعه به اصطلاح بررسی میکنیم و اینا یک حالت خیلی پارالل داره. بسیار خوب، خیلی مشتاقم که ببینم که به چه سنجم. اولا ما 4 تا نیروی بنیادی داریم در فیزیک و البته زمان نیوتن فقط یک دونه نیروی بنیادی شناخته شده بود که اینا نمی‌دونسته که این نیروی بنیادی هست. و بله، بعد اوایل قرن 20 زمان آینستاین فقط 2 تا نیروی بنیادی می‌شناختیم، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانش. و اواسط قرن 20 و بعد به 2 تا نیروی دیگه هم آشنا شدیم. امکانش هم هست که نیروی دیگه هم وجود داشته باشه. تا اونجا
همونجا که میدونیم 4 تا نیروی بنیادی وجود داره. ما مطمئنیم که 4 نیروی بنیادی 4 تا حداقل 4 تا وجود داره. این به این معنی است که هر نیروی دیگه‌ای که ما در طبیعت می‌بینیم مشتق از این نیروها است. مثلا نیروی استکاک، نیروی برخورد دو تا چیز که وقتی می‌بینیم، اینا همه میتونن از این 4 تا نیرو تشکیل شده باشن. تعریف نیروی بنیادی این هستش، نیروی بنیادی نیروهایی هستن که تمام نیروهای دیگه از این مشتق شدن. نیروی بنیادی اون نیرویی هستش که نمیشه این رو در بر اساس نیروهای دیگه توضیح داد، تجزیه کرد. و نیروهای دیگه که ما در طبیعت می‌بینیم یا حالت میشه گفت نمود مستقیم یا غیر مستقیم یکی از این نیروهاست یا ترکیبی از این نیروهاست. درست. و حالا تو این جدول هم شما یه نکته جالبی رو دارین نشون میدین آقای دکتر میناسیان، و اونم این هست که شما اینا رو بر اساس شدت قدرتشون، هم شدت اینکه چه نیروها قوی هستن تفسیر کردین. این ستون اولی که زرد رنگ هستش نیروی گرانش هست، بعد نیروی الکترومغناطیس هست و دو تا نیروی هسته‌ای، یکی نیروی قوی و یکی نیروی ضعیف هستن. این 4 تا نیروی بنیادی که تالا ما میشناسیم. پس به نظر میاد گرانش از همه این نیروها ضعیف‌تر. بله دقیقاً. در طرف راست ستون دوم از طرف راست میبینیم که قدرت نسبی نیرو بررسی میشه. خیلی جالبه که این نکته بعدی هستش که من می‌خواستم بررسی بکنم، نیروی گرانش ضعیف‌ترین نیروهاست. بله. یه مقایسه کلی بکنیم، مثلا نیروی ضعیف که اسمش نیروی ضعیف هم هست، نیروی ضعیف هسته‌ای 10^25 برابر، یعنی عدد 1.25 تریلیون تریلیون بار از نیروی جاذبه خالص قوی تر. ما تازه به اون میگیم نیروی ضعیف، میگیم نیروی ضعیف، یعنی 10 میلیون برابر فوق العاده ضعیف است نیروی جاذبه. نیروی مغناطیسی از این نیروی ضعیف حدود 10^11 برابر قوی تر هست، یعنی 100 میلیارد بار قوی تر هست. و بعد نیروی قوی که فوق العاده از نیروی الکترومغناطیس هم حدود 100 بار، دقیقاً 137 بار قوی تر هست. این در واقع قوی ترین نیروی هست که در طبیعت وجود داره. قوی ترین نیروی هست که در طبیعت وجود داره. بله. نیروی ضعیفی است، ولی خب شاید ظاهراً متضاد بیاد با تجربه ما که خب ما میدونیم که نیروی جاذبه میتونه خیلی نیروی سهمگین باشه. ما شو از ارتفاع 2-3 متری بپرین و پاتون میشکنه و از اینم طبقه اول بپرین ممکن است هم بمیره و غیره. اینا در واقع ما تمام جرم کره زمین که 10^24 کیلوگرم هست، مقدار عظیم جرم عظیمی هست، این تمام این جرم داره ما رو به طرف مرکز زمین جذب میکنه و در نتیجه این جمع تمام این نیروهاست. این هستش که هرچند که نیروی ضعیفی هست، ما روی کره زمین قرار داریم که جرمش فوق العاده زیاد هست و نیروی جاذبه با جرم زیاد میشه. اگه شما یه جسمی رو داشته باشین جرمو 2 برابر بکنین، نیروی جاذبهش 2 برابر میشه و غیره. 10 برابر بکنین 10 برابر میشه. و کره زمین جرمی داره به 10^1 تریلیون کیلوگرم. خب ما اینجا یک آزمایشی هستش که به احتمال زیاد شما در خونم خیلی راحت میتونه انجام بدین، حتما بیشتر اکثر بینندگان این رو دیدن. من اینجا یه آهنربه خیلی کوچیکی دارم، مثلا ممکنه نمیدونم میتونین ببینین یا نه، فوق العاده کوچیک هست. اینجا یه دونه هر جسم فلزی میتونین وردارین. حالا این تمام این جرم کره زمین تریلیون تریلیون کیلوگرم داره این رو به طرف خودش جذب میکنه و در نتیجه خب این به زمین کشیده میشه. و حالا ما میتونیم با یه مغناطیس خیلی کوچیک شما میبینین این رو ما میتونیم جذب بکنیم. نیروی ثقل کره زمین رو خونسا بکنیم، نه فقط خونسا بکنیم بلکه غلبه بکنیم و در جهت عکس این به اصطلاح نیروی جاذبه این رو در واقع این آزمایش شما داره نشون میده که همونطور که تو جدول رو نشون میده چقدر نیروی الکترومغناطیسی قوی تر از نیروی گرانش هست. بله. بعد این نیروی مغناطیسی هست، ما از نیروی الکترومغناطیس صحبت کردیم، نیروی الکتریک الکتروستاتیک نیروی کهربایی. این هم خیلی راحت میتونید شما این آزمایش هم باز در خونه انجام بدین و یک ورق کاغذ خیلی کوچیک شما میتونین وردارین. این هم البته خب در به اصطلاح جاذبه این رو به طرف خودش میکشه و نه اینجاست. بعد
شما میتونید خطکش پلاستیکی چنگال یا یک جسم پلاستیکی رو بردارین، با یه دستمال، این دستمال مال اینکی من هستش، این رو اگه بمالین، این الکترون های این جدا میشه به مقدار خیلی کمی و ما میبینیم که نیروی کهربایی ایجاد میشه و میتونیم این کاغذ رو بلند بکنیم و یه چیز خیلی عجیبیه، مثلا حالت جادویی داره، یک نیروی نامرئی بسیار جالبی این رو بلند می‌کنه. سو فقط خواستم که نشون بدم که این قدرت نسبی واقعا جاذبه به نسبت به الکترومغناطیس به چه ترتیب هست، که واقعا این یک نیروی ضعیفی هست. گرانش در واقع نیروی حاکم در طبیعت هست. البته وقتی اجسام بزرگ مثل سیارات و اقمار و ستاره شما در نظر بگیرین، اجسام کیهانی و فواصل بزرگ، این مسئله صادق است. این ظاهرا یه تضادی به نظر میاد که چطور میتونه که یک نیروی که ضعیف‌ترین نیروهاست نیرو حاکم باشه در طبیعت، و این به ترتیبی هستش که این نیرو حاکم تمام اجرام آسمانی رو، این حرکت اجرام آسمانی رو نیروی جاذبه است که تعیین میکنه، سیاره ها، اقمار، ستاره ها، کهکشان ها و حتی تکامل و گسترش جهان رو کنترل میکنه. اینو اینجا میخوام یادآوری بکنم که گرانش تعیین کننده مدار سیاره ها، مدار کره ما. بله، اگه بخوایم بخاطر خلاصه بگیم، بله، در ابعاد کیهانی، بله، درسته که ضعیف‌ترین نیروه، بله، ولی در ابعاد کیهانی نیروی حاکم و تعیین کننده نیروی گرانش. بله، دقیقاً. بله، بله. رکورد تاریخی که داریم از بررسی‌های نجومی در سومر باستانی، در سومر باستان، سومر باستان پیدا شده. 10000 سال پیش اولین تمدن انسانی در بین النهرین، در واقع بین دو رود، رود دجل و فرات، به فارسیش آقای دکتر شده میان رودان، میان رودان به بسیار در منطقه میان رودان پا گرفت و سومری ها، بابلی ها و آسوری ها اونجا تمدن های بسیار پیشرفته رو داشتن و سومری ها تونستن به خاطر دلایل اقتصادی تونستن که خط میخی رو ابدا کردن، بتونه اطلاعاتی که انباشته میشه از مشاهدات مختلف جمع بشه و به نسل های بعدی منتقل بشه. خب حالا چرا اینا مثلا فکر میکردن زمین ما در مرکز عالم، حالا عالم اون زمان رو تو تعریف خودشون رو داشتن؟ به حال مشاهده سطحی این بودش که تمام ستاره که ظاهرن اینا ثوابت فکر میکنن هستن، چون ستاره ها در بین خودشون به نسبت به همدیگه حرکت قابل ملاحظه ندارن، و اما البته ستاره ها از طرف شرق طلوع میکنن و از در غرب غروب میکنن، همجوری که خورشید و ما و سیاره دیگه دارن حرکت کنن. برای اینکه یک مسئله مهمی اینجا هست، من چند سال پیش در یکی از این جلساتی که این که گروه های معنویتگرا دارن، بله، در همین شهرم هست، اشاره می شد که علت این که به زمین مرکزی اعتقادشان که زمین در مرکز عالم هست یک خرافه بوده، یعنی دنیا اون موقع خرافی بوده. بله، من می خواستم همین رو شما تاکید کنم که این، بله، خرافات نبود، برعکس، بله، اتفاق، بله، بر اساس کاملا مشاهدات، مشاهدات ما بود، مشاهدات بود، بله، بله، و یک روش علمی که اون زمان ما می شناختیم، اولین روش من یه علمی همین بر اساس مشاهدات و مشاهده، بله، این رو می گفت. بله، البته حالا اونها تعبیر غلطی رو می کردن، بله، درستی تایید کردید اینا که، بله، بر اساس مشاهدات بود، طلوع و غروب ستارگان و از جمله خورشید خودمون. بله، و این مشاهداتی بودش که چون هر روز اینا میکردن و هنوز هم داریم میکنیم، هنوز هم داریم میکنیم، همین مشاهده رو انجام میدیم. رابطه بین تکامل علم و رشد فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، این رو روشو ببینیم، چون تمدن سومری ها، بابلی ها و آسوری ها تمدن کشاورزی بود، به زمین متکی بودن و در نتیجه مسئله فصول، این که چه فصل کشت و زر بکنن، اینا مسئله خیلی اساسی بود و در نتیجه حرکت خورشید، حرکت ماه و بعد شواش حرکت ستاره و اینها رو شروع کردن مشاهده کردن و ضبط کردن به طور کتبی. همون چیزی که ما امروزه بهش دیتا کلکشن میگیم. بله، 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 جمع‌آوری داده ها نشون میداد که خب به نظر میاد که به خاطر حرکت ظاهری خورشید و ستارگان ما باید در مرکز باشیم و اونا به دور ما. دقیقاً. بله. در نتیجه این
مشاهده تجربی بود، مشاهده علمی در اون سطح علم خیلی ابتدایی با توجه به تجهیزاتی که داشتن و مقدار اطلاعاتی که داشتن. بنا چه شروع کردن اینا رو گروپ بندی کردن و اسم گذاشتن، البته بر اساس داستان‌های تخیلی اسطوره‌ای که داشتن و یکی شبیه فلکی بله، نمیدونم یکی شبیه شیر بود، یکی شبیه نمیدونم شکارچی بود یا غیر و غیر گاو و از اینا خرس و اینها. حدود 5000 سال پیش این صور فلکی رو که بابلی‌ها اختراع کردن برای اینکه اینا رو تشخیص بدن ما هنوز استفاده می‌کنیم. اگه این کتیبه رو شما ببینید، شما این خط میخی داشتن و این مال بابلی هاست و حرکت ناهید رو یک جدولی هست از حرکت ناهید بدور زنوس بله برای مدت خیلی زیاد و این تناوب رو پیدا کردن. این حدود نزدیک 3600 سال پیش پیدا شده. این خط اولین کاتالوگ ستاره ها رو داشتن حدود 3300 سال پیش و غیره. در چه این رو اولین انقلاب علمی میدونن. عجب. بله بله. اطلاعاتی که سومری ها داشتن منتقل شد به بابلی ها که تونستن فتح بکنن، قدرت رو به دست بگیرن، بعد منتقل شد به آسوری ها، بعد هم یونانی ها خب مسافرت میکردن و غیره، یه مقدار این اطلاعات منتقل شد به یونان و بعد در سال 331 قبل از میلاد وقتی فتح کردن دولت بابل شکست دادن، اسکندر مقدونی آدم فوق‌العاده باهوشی بود و آدم خیلی شاگرد ارسطو بود و به علم و دانش و فلسفه خیلی علاقه داشت و دستور داد که تمام اطلاعات به خصوص اطلاعات نجومی و غیره ترجمه بشه. و شما اینجا اگه این عکس بالایی دست راست رو ببینین، این دیدگاهی بود که بابلی ها بهش رسیدن که خب زمین عبدی اینا فکر میکردن مسافرت زیادی نمیکردن و زمین فکر میکردن خب مسطح هست، فکر میکردن یک زمین یک کوه و خشکی مسطح یه جای قرار داره، اطرافش دریا هست. بعد آسمان اینجا دو تا فلک بلورین، دو تا کره حالت کروی اینجا قرار داره که این ستاره ها رو این چسبیدن و این خب منطقی بود از دیدگاه اینا، چون میدن که این داره حرکت میکنه، حتما اگه اینا نسبت به این حرکت نمی کنن این باید به یه چیز جامدی، یک کره جامد اینا متصل باشه و غیره. و بعد خیلی جالب اینه این که فکر میکردن که در بالای این کره هم یک کره دیگه است که بین این دوتا آب وجود داره که یک پنجره باز میشه که بارون میاد و اینا. خب اینا خب میدن که بله خب باید بارون از یه جای بیاد، این حتما از این بالای این هاست و غیره. یهودی ها که در این زمان سالها در تحت سلطه بابلی ها بودن و حتی به اسارت کشیده شده بودن و تعداد زیادی از یهودیان به بابل برده بود، به این بین النهرین برده شد فرستاده شده بودن، اینها آشنا شدن به این دیدگاه و این منعکس شد در کتاب مقدس یهودیان، در کتاب انجیل عهد عتیق که هم برای یهودیان مسئله اساسی مقدسی هست و برای هم مسیحیان. و خیلی جالبه که در این فصل اولش که راجع به خلقت صحبت میکنه، بله سفر پیدایش، همین مسئله دیدگاه بابلیان رو به اصطلاح مطرح میکنه که در روز اول خدا زمین و آسمان رو آفرید، بعد روز چهارم میگه که این فلک بلورین، البته الان در ترجمه اخیر فقط فلک گفته میشه ولی این کلمه درستی که استفاده میکردن فرمومنت در انگلیسی هست، فلک جامدی هستش که این همون فلک بلورین هستش که شکلی که بابلی ها داشتن. و خیلی جالبه که میگه که آبی که در از در پایین و آبی که در بالای این فلک بود این رو جدا کرد و این هنوز این دید رو داشتن که بالای این فلک یک آبی هست و وغیره. و این هم خیلی جالبه که بال ادیان دوست دارن که غیر از این که مسائل اخلاقی، مسائل رفتار اجتماعی، رفتار فردی رو مطرح بکنن، بتونن که یک تئوری راجع به جهان داشته باشن و این تئوریشون رو از
شاید بشه گفت بهترین تئوری که در موقع مطرح بود رو گرفتن. گفتیم که این دانش به ارسطو میرسه. ارسطو حدود 2400 سال پیش، 2300 بین 2400 تا 2300 سال پیش زندگی میکرد. در اون موقع دیگه به این نتیجه رسیده بودن که این زمین کروی هست بر اساس مشاهداتی که وجود داشت و همچنین سیاره دیده کروی هستند، ولی هنوز این دیدگاه جیوسنتریک یا زمین مرکزی هنوز فکر غالب بود در اون زمان و فکر میکردن که ستاره ها و سیارات و اقمار دور این کره زمین میگردن. از جمله ارسطو این نظر رو داشت که خب جاذبه اجسام رو به زمین میکشه و چیزهایی که جرمشون زیاد هست اینا سریع‌تر به زمین سقوط میکنن و چیزهایی که جرمشون کمتر هست یواشتر شتابشون کمتر هست. باز اونم بر اساس اون تجربه‌ای که ما در زندگی تجربه داریم و البته این گالیله رو رد کرد. بعد از چند صد سال این تضادهایی به وجود اومد. مثلا مدار کره مریخ یک حرکتای اصطلاح بهش میگن رتروگرید موشن، بله حرکت واپسگرایانه داره که چیزیه که نمیشه با این حرکت دایره ارسطویی زمین مرکزی توضیح داد. این شروع کرد که یک ریاضیدان خیلی واردی بود، یک به اصطلاح کلک ریاضی زد، یک اپیسایکل ها رو مطرح کرد که دایره در تدویر، فلک تدویر، بلکه دایره در دایره حرکت میکنه و این میشد تا حد اینا رو توضیح داد. به اصطلاح تئوری بودش که به اصطلاح کلیسای کاتولیک این رو قبول کرد. باز این هم مسئله منطقی بود که چون این بهترین تئوری بود که در اون زمان مشاهدات میخوند. همون اوائل بودش که تضادهای باز در همین مسئله پیش میومد. یک واقعا شخصیت تاریخی خیلی جالبی هستش که هایپشیا، یک زن دانشمند، فیلسوف، عالم، ریاضیدانی بود که مشاور کنسول روم بود در الکساندریا، در اسکندریه که یکی از مراکز امپراتور علمی زمان بود، اونجا سکونت داشت، درس میداد، استاد شاید میشه گفت دانشگاه اون زمان بود و از جمله کتابدار کتابخانه اسکندریه بود. متاسفانه این حدود 300 سال بعد از 300 در سال 300 میلادی این زمانی بود که مسیحیان بنیادگرا در اونجا شروع کردن قدرت بگیرن. تدریسایی که این هایپشیا راجب جهان کیهان‌شناسی را میکرد این رو در تضاد میدونستن با تعلیمات مسیحی و این هم به خصوص که یک زنی بیاد درس بده به مردان و اینا، این هم چیز درست نمیدونستن. اومدن هایپشیا رو دستگیر کردن، مرگ واقعا وحشتناک، اینو در خیابونا کشوندن برهنه کشوندن که اینو توهین بهش بشه، بردن به یک تمپلی که بود اونجا معبد، این رو فلی کردن. فلی یعنی پوست کندن زنده زنده و سوهیندن، یک چیز خیلی وحشتناک درسی باشه برای دیگران. و از جمله کتابخونه این بزرگ اسکندری هم به آتش کشیدن و واقعا یک این باعث شد که هزار سال در واقع علم و بررسی مسئله گرانش عقب بیفت. من فکر می‌کنم آقای دکتر، من تازه ما موتورمون گرم شد و به جای احساس رسیدیم. اجازه بدید من از شما خواهش کنم که یک بار دیگه در بعد از تعطیلات کریسمس و سال نو شما تشریف بیارید و در این حال ما پیگیری کنیم از هایپشیا به بعد رو در جلسات دیگری که با شما خواهیم داشت. دوستان خیلی خوشحالم که به برنامه هفتم مهربان توجه کردید.